بعد چگونه وارد کار بازیگری شدی؟ یا اصولا سابقه ای داشتی قبل از این فیلم؟ قبل از این فیلم بله، من این اولین کار فارسی زبانم بود، ولی قبلش من 8 تا فیلم سینمایی بازی کرده بودم، 20 تا فیلم سینمایی واسه تلویزیون و 3-4 تا سریال و 10 تا تئاتر تقریبا که هنوزم فعال هستم. ولی خیلی خوشحال بودم که توی این فیلم این امکان داشتم که بازی کنم و این اجازه به من داده شد، برای اینکه شخصی ترین کاری بود که تا الان انجام دادم، که میدونم خیلی از بازیگر پیام جانم همینطور و خیلی از بازیگرهای دیگه توی این فیلم. واسه همه ما این فقط یه فیلم برداری نبود، میدونم یه داستانی بود که مرور در زندگی تئاتر رو دیدم که حضور دارن در این فیلم آقای اویسی. بله، آقای سعید اویسی. سعید اویسی. و ممکنه معرفی کنید بازیگران دیگری که نقش‌های اصلی رو داشتن که متاسفانه اینجا نیستن؟ یاد کنیم از دوستان. بله، 100%. آقای سعید اویسی که در سوئدن، خانم بهی جنتی عطایی که در پاریس هست. آقای خانم جنتی عطایی از خویشاوندان آقای جنتی عطایی. بله، برادرزادشون هست. خانم طوفان منوچهری، آقای فارس فارس، یکی از بزرگترین بازیگران سوئدن. و چیزم جالب اینه که رول یک کرد عراقی رو بازی میکنه و در حالی که اونم مثل ما لبنانیه که در سوئد بزرگ شده، برای همین اونم به هر حال این داستان مهاجرت رو میبینه. چیزی که من میخواستم اضافه کنم که داستانهایی که در شما آرش تعریف کرده داستانهای واقعیه و این پسر 5-6 سال گذاشته، چون از فیلم مستند میاد، بسیار رفته تحقیق کرده، واقعا همه چیز رفته دونه 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 خودش چه کرده و برای همین هم قدر با صداقت فیلم رو نشون داده. اگه موافق باشین صحنه‌هایی از فیلم رو ببینیم تا شنوندگان بینندگان بدانند که با چه فیلمی سر و کار دارم. برمیگردیم صحبتمون رو با دوستان ادامه میدیم. Very good music, very modern music. صحنه‌های دیگری بود از فیلم برای یک لحظه آزادی. صحنه‌های دیگری هم داریم در فاصله برنامه خواهید دید. یک سوال دیگر پیام عزیز، مجموعه کار در اتریش صورت گرفت، یعنی فیلم در اتریش فیلم برداری شد، در چه مناطق؟ لوکیشن اصلی این فیلم در کجاست؟ در اصل ما یک ماه و نیم رفتیم در ترکیه، برای اینکه همون سفر رو کردیم. تقریبا یک ماه در آنکارا بودیم، 15 روز در ارزرون بودیم و 2 هفته هم صحنه‌های داخلی رو بریم توی استودیو در وین فیلم برداری کرد. گروهی از بچه ها رو میبینم که با شما همبازی هستند و همکار هستند، رفت آمد و اینا چه اشکالاتی؟ اصولا مشکل اصلی ساختن این فیلم، ساختن یک فیلم ایرانی در خارج از ایران با موضوع مهاجرت با بازیگران ایرانی چی میتونه باشه غیر از مسئله سرمایه و هزینه‌اش؟ غیر از اون چیزی که بود این بود که خب در ما ستمون فیلم گروه فیلم بردارمون همشون اتریشی بودن، خودمون ایرانی از جاهای
دور بر مختلف اروپا. به این دلیل خیلی زبان‌های مختلف سر یک چیزی شبیه به ساختن برج بابل بوده. بله تقریبا بله همینطور بوده. و به این دلیل بعضی موقع خب بازیگرا نمی‌دونستن پشت دوربین داره چه اتفاقی میفته، چه برنامه‌ریزی رو دارن میکنن. خیلی بلا تکلیفی زیاد بود سر این ست، برای اینکه خب زمانمون هم کم بود واسه صحنه‌ای که باید فیلم برداری میکردیم. سخت‌ترین چیزم این بود که توی فضا مثلا برف با اسب با بچه همه کاری که برای فیلم اول کرد، همه کاری که آدم میگه برای فیلم اولت مثلا انجام نده، به کارگردان هم توصیه میکنی کار رو نکن، آرش دوشش گرفت و انجام داد. و خب این سختی‌هایی بود که ما داشتیم سر فیلم برداری، ولی به دلیل اینکه هممون رو دلجون می‌خواستیم واقعا این قصه رو تعریف بکنیم، اینا رو به جون خریدیم و واسمون اصلا مهم نبود. می‌خواستیم که این فیلم واقعا به بهترین جوری که میشه انجام بشه، صحنه‌ها خوب بشه، فیلم خوبی از آب در بیاد. خب که به نظر میرسه نوی جان که فیلم خوبی شده، برای اینکه حداقل تا اونجایی که من اطلاع دارم این فیلم در 23 جشنواره جهانی در فستیوال‌های مختلف بین‌المللی شرکت کرده، همه جا تا اونجایی که من دیدم کریدیت‌های خیلی خوب گرفته، وارد استقبال واقع شده و مهمتر آخرینش فکر کنم همین پالم اسپرینگز بوده و بعد از اون نماینده سینمای اتریش هست در اسکار. خب این نشون میده که فیلم کار خودش رو کرده و آقای آرش ریایی با تکیه بر سابقه کار مستندسازیش تونسته فیلمی همپا مستند و داستانی بسازه و این صحنه‌ای هم که ما می‌بینیم در واقع کار مشکلی هست که ساختن این یک چیز. به هر حال باید تبریک گفت به آرش ریاهی و به خاطر این فیلم. و من فکر می‌کنم که بهتر باشه یک صحنه دیگه هم از فیلم ببینیم، برمیگردیم یک صحبت‌های دیگه می‌کنیم. جوخه حاضر. بابا بریم خونه. بریم جایی که از خونمون خیلی قشنگه. باید کاغذ داشته باشه وقتی که میخواد مامان باباشو ببینه. اینجا نیمان دارم بیشون رو همه سیکرت سرویس هست به هند آدرس بایدیم بگیرینه. خب صحنه‌های دیگری بود از فیلم درخشان آقای آرش ریاهی برای یک لحظه آزادی. همراه با بازیگران اصلی این فیلم هستیم. پشت صحنه چه خبر بود؟ به قول قدیما میگفتن زیر کرسی چه خبر بود؟ پشت صحنه خیلی خبرها بود. چیزی که میشه گفت اینه که واقعا همونطور که نبی جان میگفت، واقعا ما همه با هم یه اتحادی پیدا کرده بودیم و در این حال آرش، حالا نمیدونم مخصوصا کرده بود یا نه، ولی ما بازیگرها در یک هتل بودیم، گروه در یک هتل بودن و موقعی که میرسیدیم روی پرده میرفتیم برای فیلم برداری، واقعا خود ما هم اونا برای فیلم برداری میفهمیدن در چی فهم چه برداری میکنن، برای که زبون رو نمیفهمیدن، همه به هر حال یه نوع در همون جا احساس مهاجرت رو میکردن، واقعا میکردن. سختی های دیگه هست که برای اینکه کوه بسیار سخت بود، ما رفتیم اونجا منهای 25 بود. چیزی که برای من خیلی جالب بود اینه که تهیه کننده به من گفت از آنکارا لباس گرم بپوشید، اونجا منهای 25 منهای 30 میرسه. من هر روز تماشا میکردم گفتم منهای 17 است، منهای 18 است. یه روز گفتم آقا شما چرا ما رو میترسونید؟ اینجا میگن منهای 17 است. بعد به من این رو گفت بودش که در ترکیه اگه بگن منهای 20 ادارات مدرسه ها پست ها همه چیز میبنده، برای همین هیچ وقت نمیگن منهای 20، همیشه میگن منهای 17 18. ولی به هر حال بسیار بسیار آرش رفت. واقعا چند تا از کسایی که مثلا بعد تو صف بودن وای میسادن، مهاجران واقعی بودن که بقیه سفارت ها وای میسادن. همون آدم ها وقتی
میفهمیدن که این فیلم درباره ماست، به جای که اونجا صفای سم بیان درباره فیلم ما صف کشیدن. اکران عمومی شده این فیلم اصلا در اروپا، در اتریش یا در آلمان؟ بله، هم در اتریش، هم در آلمان، هم در فرانسه سینماها اومده و